معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه بودجه در تیر ماه اعلام کرد که یارانه به جای پرداخت به وارد کننده یا تولید کننده دارو از طریق پوشش بیمه‌ای به مردم و مصرف کننده نهایی پرداخت شد. در همان اوایل که این تصمیم گرفته شده بود، کارشناسان این حوزه اخطار کمبود دارو و افزایش بی‌رویه قیمت دارو را دادند، اما دولت همچنان بر حذف ارز ترجیحی دارو اصرار داشت. یکی از مشکلات این طرح پرداخت دیر هنگام مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر بود. حالا شرایط به گونه‌ای شده که داروسازها منتظر پول داروخانه‌ها و داروخانه‌ها منتظر پول بیمه‌ها هستند و همین زنجیره سبب ایجاد مشکلات فعلی در حوزه دارو شده است. اکنون برای رفع کمبود داروی کشور دولت اقدام به واردات این کالا کرده است. از طرفی نیز داروسازان را با حمایت‌های ویژه به تولید این کالا ترغیب کرده. این در حالی است که به گفته کارشناسان چنین اقداماتی به دلیل مصرف بالای دارو و از همه مهمتر آشفتگی چرخه تولید، توزیع داروهای وارداتی مسکنی بیش نیست.